مسلماً یهودیان و کسانی را که شرک ورزیده اند دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان خواهی یافت و قطعاً کسانی را که گفتند ما نصرانی هستیم نزدیکترین مردم در دوستی با مؤمنان خواهی یافت زیرا برخی از آنان دانشمندان و رهبانانی‌اند که تکبر نمی‌ورزند و چون آنچه را به سوی این پیامبر نازل شده بشنوند می‌بینی بر اثر آن حقیقتی که شناخته‌اند اشک از چشم‌هایشان سرازیر می‌شود می‌گویند پروردگارا ما ایمان آورده ایم پس ما را در زمره گواهان بنویس و برای ما چه عذری است که به خدا و آنچه از حق به ما رسیده ایمان نیاوریم و حالان که چشم داریم که پروردگارمان ما را با گروه شایستگان به بهشت درآورد پس به پاس آنچه گفتند خدا به آنان باغهایی پاداش داد که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه میمانند و این پاداش نیکوکاران است و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ پنداشتند آنان همدم آتشند ای کسانی که ایمان آورده اید، چیزهای پاکیزه ای را که خدا برای استفاده شما حلال کرده، حرام مشمارید و از حد مگذرید که خدا از حد گذرندگان را دوست نمی دارد. و از آنچه خداوند روزی شما گردانیده، حلال و پاکیزه را بخورید، و از آن خدایی که بدو ایمان دارید پروا دارید خدا شما را به سوگندهای بیهودهتان مؤاخذه نمی کند ولی به سوگندهایی که از روی اراده می خورید و می شکنید شما را مؤاخذه می کند و کفارش خوراک دادن به 10 بینواست از غذاهای متوسطی که به کسان خود می‌خورانید یا پوشانیدن آنان یا آزاد کردن بنده‌ای و کسی که هیچ یک از اینها را نیابد باید 3 روز روزه بدارد این است کفاره سوگندهای شما وقتی که سوگند خوردید و سوگندهای خود را پاس دارید این گونه خداوند آیات خود را برای شما بیان می کند. باشد که سپاس گذاری کنید. ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای قرعه پلیدند و از عمل شیطانند. پس از آنها دوری گزینید. باشد که رستگار شدید. همانا شیطان می‌خواهد با شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. پس آیا شما دست بر می‌دارید؟ و اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید. و از گناهان بر حذر باشید. پس اگر رو گرداندید، بدانید که بر عهده پیامبر ما فقط رساندن پیام آشکار است. بر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، گناهی در آنچه قبلا خورده اند نیست. در صورتی که تقوا پیشه کنند، و ایمان بیاورند و کارهای شایسته کنند سپس تا
تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند. آنگاه تقوا پیشه کنند و احسان نمایند و خدا نیکوکاران را دوست می دارد. ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا شما را به چیزی از شکار که در دسترس شما و نیزه های شما باشد خواهد آزمود تا معلوم دارد چه کسی در نهان از او می ترسد. پس هر کس بعد از آن تجاوز کند برای او عذابی دردناک خواهد بود. ای کسانی که ایمان آورده اید، در حالی که محرمید شکار را مکشید و هر کس از شما عمدن آن را بکشد باید نظیر آن چه کشته است از چهار پایان کفاره ای بدهد که نظیر بودن آن را دو تن عادل از میان شما تصدیق کنند و به صورت قربانی به کعبه برسد، یا به کفاره آن مستمندان را خوراک بدهد یا معادلش روزه بگیرد تا سزای زشتکاری خود را بچشد. خداوند از آنچه در گذشته واقع شده عفو کرده است، ولی هر کس تکرار کند خدا از او انتقام می گیرد و خداوند توانا و صاحب انتقام است. صید دریا و مأکولات آن برای شما حلال شده است تا برای شما و مسافران بهره ای باشد، ولی صید بیابان مادام که محرم می باشید بر شما حرام گردیده است و از خدایی که نزد او محشور می شوید پروا دارید. خداوند زیارت کعبه بیت الحرام را وسیله به پاداشتن مصالح مردم قرار داده و ماه حرام و قربانی های بی نشان و قربانی های نشاندار را نیز به همین منظور مقرر فرموده است. این جمله برای آن است تا بدانید که خدا آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است می داند و خداست که بر هر چیزی داناست. بدانی که خدا سخت کیفر است و بدانی که خدا آمرزنده مهربان است. بر پیامبر خدا وظیفه ای جز ابلاغ رسالت نیست و خداوند آنچه را آشکار و آنچه را پوشیده می دارید می داند. بگو پلید و پاک یکسان نیستند، هرچند کثرت پلیدها تو را به شگفت آورد. پس ای خردمندان، از خدا پروا کنید، باشد که رستگار شوید. ای کسانی که ایمان آورده اید، از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد، شما را اندوهناک می کند، مپرسید. و اگر هنگامی که قرآن نازل می شود درباره آنها سؤال کنید برای شما روشن می شود. خدا از آن پرسش های بی جا گذشت و خداوند آمرزنده بردبار است. گروهی پیش از شما نیز از این گونه پرسش ها کردند، آنگاه به سبب آن کافر شدند. خدا چیزهای ممنوعی از قبیل بحیره و صائبه و وسیله و هام قرار نداده است، ولی کسانی که کفر ورزیدند بر خدا دروغ می‌بندند و بیشترشان تعقل نمی‌کنند. و چون به آنان گفته شود به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبرش بیایید، می گویند آنچه پدران خود را بران یافته ایم ما را بس است.
آیا هرچند پدرانشان چیزی نمی دانسته و هدایت نیافته بودند؟ ای کسانی که ایمان آوردید، به خودتان بپردازید. هرگاه شما هدایت یافتید، آن کس که گمراه شده است به شما زیانی نمی رساند. بازگشت همه شما به سوی خداست، پس شما را از آن چه انجام می دادید آگاه خواهد کرد. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که یکی از شما را نشانهای مرگ در رسید، باید از میان خود دو عادل را در موقع وصیت به شهادت میان خود فراخوانید. یا اگر در سفر بودید و مصیبت مرگ شما را فرا رسید و شاهد مسلمان نبود، دو تن از غیر همکیشان خود را به شهادت بطلبید. و اگر در صداقت آنان شک کردید، پس از نماز آن دو را نگاه می دارید. پس به خدا سوگند یاد می کنند که ما این حق را به هیچ قیمتی نمی فروشیم، هرچند پای خیشاوند در کار باشد و شهادت الهی را کتمان نمی کنیم، که اگر کتمان حق کنیم در این صورت از گناهکاران خواهیم بود. و اگر معلوم شد که آن دو دست خوش گناه شده اند، دو تن دیگر از کسانی که بر آنان ستم رفته است و هر دو به میت نزدیکترند، به جای آن دو شاهد قبلی قیام کنند. پس به خدا سوگند یاد می کنند که گواهی ما قطعاً از گواهی آن دو درست تر است و از حق تجاوز نکرده ایم، چرا که اگر چنین کنیم از ستمکاران خواهیم بود. این روش برای این که شهادت را به صورت درست ادا کنند یا بترسند که بعد از سوگند خوردنشان سوگندهایی به وارثان میت برگردانده شود، به ثواب نزدیکتر است. و از خدا پروا دارید و این پندها را بشنوید. و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند. یاد کن روزی را که خدا پیامبران را گرد می آورد، پس می فرماید چه پاسخی به شما داده شد؟ می گویند ما را هیچ دانشی نیست، تویی که دانای رازهای نهانی. یاد کن هنگامی را که خدا فرمود ای عیسی پسر مریم، نعمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور، آنگاه که تو را و روح القدس تأیید کردم که در گهواره به اعجاز و در میان سالی به وحی با مردم سخن گفتی، آنگاه که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم، و آنگاه که به اذن من از گل چیزی به شکل پرنده می ساختی، پس در آن می دمیدی و به اذن من پرنده ای می شد، و کور مادرزاد و پیس را به اذن من شفا می دادی، و آنگاه که مردگان را به اذن من زنده از قبر بیرون می آوردی، و آنگاه که آسیب بنی اسرائیل را هنگامی که برای آنان حجتهای آشکار آورده بودی از تو باز داشتم. پس کسانی از آنان که کافر شده بودند گفتند اینها چیزی جز افسونی آشکار نیست. و یاد کن هنگامی را که به حواریون وحی کردم که به من و فرستاده‌ام ایمان آورید، گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما مسلمانیم. و یاد کن هنگامی را که حواریون گفتند ای عیسی پسر مریم، آیا پروردگارت می تواند از آسمان خانی برای ما فرود آورد؟ عیسی گفت اگر ایمان دارید
از خدا پروا دارید. گفتند می خواهیم از آن بخوریم و دلهای ما آرامش یابد و بدانیم که به ما راست گفته ای و بر آن از گواهان باشیم. عیسی پسر مریم گفت بار الها پروردگارا از آسمان خوانی بر ما فرو فرست تا عیدی برای اول و آخر ما باشد و نشانه ای از جانب تو و ما را روزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی. خدا فرمود من آن را بر شما فرو خواهم فرستاد ولی هر کس از شما پس از آن انکار ورزد وی را چنان عذابی کنم که هیچ یک از جهانیان را آن چنان عذاب نکرده باشم. و یاد کن هنگامی را که خدا فرمود ای عیسی پسر مریم آیا تو به مردم گفتی من و مادرم را همچون دو خدا به جای خداوند بپرستید؟ گفت منزهی تو مرا نزیبت که درباره خیشتن چیزی را که حق من نیست بگویم. اگر آن را گفته بودم قطعا آن را می دانستی. آن چه در نفس من است تو می دانی و آن چه در ذات توست من نمی دانم. چرا که تو خود دانای رازهای نهانی. جز آن چه مرا بدان فرمان دادی چیزی به آنان نگفتم. گفتم که خدا پروردگار من و پروردگار خود را عبادت کنید و تا وقتی در میانشان بودم بر آنان گواه بودم. پس چون روح مرا گرفتی تو خود بر آنان نگهبان بودی و تو بر هر چیز گواهی. اگر عذابشان کنی آنان بندگان تو اند و اگر بر ایشان ببخشایی تو خود توانا و حکیمی. خدا فرمود این روزی است که راستگویان را راستیشان سود بخشد. برای آنان باغ‌هایی است که از زیر درختان آن نهرها روان است. همیشه در آن جاودانند. خدا از آنان خوشنود است و آنان نیز از او خوشنودند. این است رستگاری بزرگ. فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست از آن خداست و او بر هر چیزی تواناست. به نام خداوند رحمتگر مهربان. ستایش خدایی را که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی را پدید آورد. با این همه کسانی که کفر ورزیده اند غیر او را با پروردگار خود برابر می کنند. اوست کسی که شما را از گل آفرید. آنگاه مدتی را برای شما عمر مقرر داشت و اجل حتمی نزد اوست. با این همه بعضی از شما در قدرت او تردید می کنید. و او در آسمان ها و زمین خداست. نهان و آشکار شما را می داند و آنچه را به دست می آورید نیز می داند. و هیچ نشانه ای از نشانه های پروردگارشان به سویشان نمی آمد مگر آن که از آن روی بر می تافتند. آنان حق را هنگامی که به سویشان آمد تکذیب کردند. پس به زودی حقیقت خبرهای آنچرا که به ریشخند می گرفتند به آنان خواهد رسید. آیا ندیده اند که پیش از آنان چه بسیار امتها را هلاک کردیم؟ امتهایی که در زمین به آنان امکاناتی دادیم که برای شما آن امکانات را فراهم نکرده ایم و بارانهای آسمان را پی در پی بر آنان فرو فرستادیم و رودبارها از زیر شهرهای آنان روان ساختیم.
پس ایشان را به سزای گناهانشان هلاک کردیم و پس از آنان نسل‌های دیگری پدید آوردیم. و اگر مکتوبی نوشته بر کاغذ بر تو نازل می کردیم و آنان آن را با دست‌های خود لمس می کردند، قطعاً کافران می گفتند این چیزی جز سحر آشکار نیست. و گفتند چرا فرشته‌ای بر او نازل نشده است؟ و اگر فرشته‌ای فرود می آوردیم، قطعاً کار تمام شده بود، سپس مهلت نمی یافتند. و اگر او را فرشته‌ای قرار می دادیم، حتماً وی را به صورت مردی در می آوردیم و امر را همچنان بر آنان مشتبه می ساختیم. و پیش از تو پیامبرانی به استهزا گرفته شدند، پس آنچه را ریشخند می کردند، گریبانگیر ریشخند کنندگان ایشان گردید. بگو در زمین بگردید، آنگاه بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است. بگو آنچه در آسمانها و زمین است، از آن کیست؟ بگو از آن خداست که رحمت را بر خویشتن واجب گردانیده است. یقیناً شما را در روز قیامت که در آن هیچ شکی نیست گرد خواهد آورد. خودباختگان کسانی‌اند که ایمان نمی آورند. و آنچه در شب و روز آرام و تکاپو دارد از آن اوست و او شنوای داناست. بگو آیا غیر از خدا پدید آورنده آسمانها و زمین سرپرستی برگزینم و اوست که خوراک می دهد و خوراک داده نمی شود. بگو من مأمورم که نخستین کسی باشم که اسلام آورده است و به من فرمان داده شده که هرگز از مشرکان مباش. بگو اگر به پروردگارم عصیان ورزم، از عذاب روزی بزرگ می ترسم. آن روز کسی که عذاب از او برگردانده شود، قطعاً خدا بر او رحمت آورده و این است همان رستگاری آشکار. و اگر خدا به تو زیانی برساند، کسی جز او برطرف کننده آن نیست. و اگر خیری به تو برساند، پس او بر هر چیزی تواناست. و اوست که بر بندگان خیش چیده است و اوست حکیم آگاه. بگو گواهی چه کسی از همه برتر است؟ بگو خدا میان من و شما گواه است و این قرآن به من وحی شده تا به وسیله آن شما و هر کس را که این پیام به او برسد هشدار دهم. آیا واقعا شما گواهی می دهید که در جنب خدا خدایان دیگری است؟ بگو من گواهی نمی دهم. بگو او تنها معبودی یگانه است و بی تردید من از آن چه شریک او قرار می دهید بیزارم. کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم، همان گونه که پسران خود را می شناسند، او پیامبر را می شناسند. کسانی که به خود زیان زده اند، ایمان نمی آورند. و کی ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بسته یا آیات او را تکذیب نموده؟ بی تردید ستمکاران رستگار نمی شوند. و یاد کن روزی را که همه آنان را محشور می کنیم. آنگاه به کسانی که شرک آورده اند می گوییم کجایند شریکان شما که آنها را شریک خدا می پنداشتید. آنگاه عذرشان جز این نیست که می گوگند
به خدا پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم. ببین چگونه به خود دروغ میگویند و آنچه برمی بافتند از ایشان یاوه شد. و برخی از آنان به تو گوش فرا می دهند ولی ما بر دلهایشان پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی قرار داده ایم. و اگر هر معجزه ای را ببینند به آن ایمان نمی آورند تا آنجا که وقتی نزد تو می آیند و با تو جدال می کنند. کسانی که کفر ورزیدند می گویند این کتاب چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست. و آنان مردم را از آن باز می دارند و خود نیز از آن دوری می کنند. ولی جز خیشتن را به هلاکت نمی افکنند و نمی دانند. و ای کاش منکران را هنگامی که بر آتش عرضه می شوند می دیدی که می گویند کاش بازگردانده می شدیم و دیگر آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می شدیم. ولی چنین نیست، بلکه آنچه را پیش از این نهان می داشتند برای آنان آشکار شده است و اگر هم بازگردانده شوند قطعا به آنچه از آن من شده بودند بر می گردند و آنان دروغ گویند. و گفتند جز زندگی دنیای ما زندگی دیگری نیست و برانگیخته نخواهیم شد. و اگر بنگری هنگامی را که در برابر پروردگارشان باز داشته می شوند، خدا می فرماید آیا این حق نیست؟ می گویند چرا؟ سوگند به پروردگارمان که حق است. می فرماید پس به کیفر آن که کفر می ورزیدید این عذاب را بچشید. کسانی که لقای الهی را دروغ انگاشتند قطعاً زیان دیدند تا آنگاه که قیامت به ناگاه بر آنان در رسد می گویند ای دریغ بر ما بر آن چه در باره آن کوتاهی کردیم. و آنان بار سنگین گناهانشان را به دوش می کشند. چه بد است باری که می کشند. و زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست و قطعاً سرای بازپسین برای کسانی که پرهیزگاری می کنند بهتر است. آیا نمی اندیشید؟ به یقین می دانیم که آنچه می گویند تو را سخت غمگین می کند. در واقع آنان تو را تکذیب نمی کنند ولی ستمکاران آیات خدا را انکار می کنند. و پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند ولی بر آنچه تکذیب شدند و آزار دیدند شکیبایی کردند تا یاری ما به آنان رسید. و برای کلمات خدا هیچ تغییر دهنده‌ای نیست و مسلماً اخبار پیامبران به تو رسیده است. و اگر اعراض کردن آنان از قرآن بر تو گران است، اگر می توانی نقبی در زمین یا نردبانی در آسمان بجویی تا معجزه دیگر برایشان بیاوری، پس چنین کن. و اگر خدا می خواست، قطعا آنان را بر هدایت گرد می آورد. پس زنهار از نادانان مباش. تنها کسانی دعوت تو را اجابت می کنند که گوش شنوا دارند و اما مردگان را خداوند در قیامت برخواهد انگیخت. سپس به سوی او بازگردانیده می شوند. و گفتند چرا معجزه ای از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است؟ بگو بی تردید خدا قادر است که پدیده ای شگرف فرو فرستد. لیکن بیشتر آنان نمی دانند. و هیچ جنبنده ای در زمین نیست
و نه هیچ پرنده‌ای که با دوبال خود پرواز می کند، مگر آنکه آنها نیز گروه‌هایی مانند شما هستند. ما هیچ چیزی را در کتاب فروگذار نکرده ایم. سپس همه به سوی پروردگارشان محشور خواهند گردید. و کسانی که آیات ما را دروغ پنداشتند در تاریکی های کفر کر و لالند. هر که را خدا بخواهد گمراهش می گذارد و هر که را بخواهد بر راه راست قرارش می دهد. بگو به نظر شما اگر عذاب خدا شما را در رسد یا رستاخیز شما را در یابد، اگر راست گویید کسی غیر از خدا را می خوانید؟ نه، بلکه تنها او را می خوانید و اگر او بخواهد رنج و بلا را از شما دور می گرداند و آنچرا شریک او می گردانید فراموش می کنید. و به یقین ما به سوی امتهایی که پیش از تو بودند پیامبرانی فرستادیم و آنان را به تنگی معیشت و بیماری دوچار ساختیم تا به زاری و خاکساری درآیند. پس چرا هنگامی که عذاب ما به آنان رسید تضرع نکردند؟ ولی حقیقت این است که دلهایشان سخت شده و شیطان آنچه را انجام می دادند برایشان آراسته است. پس چون آنچه را که بدان پند داده شده بودند فراموش کردند، درهای هر چیزی از نعمتها را بر آنان گشودیم تا هنگامی که به آنچه داده شده بودند شاد گردیدند، ناگهان گریبان آنان را گرفتیم و یک بار نومید شدند. پس ریشه آن گروهی که ستم کردند برکنده شد و ستایش برای خداوند پروردگار جهانیان است. بگو به نظر شما اگر خدا شنوایی شما و دیدگانتان را بگیرد و بر دلهایتان مهر نهد، آیا غیر از خدا کدام معبودی است که آن را به شما باز پس دهد؟ بنگر چگونه آیات خود را گوناگون بیان می کنیم. سپس آنان روی بر می تابند. بگو به نظر شما اگر عذاب خدا ناگهان یا آشکارا به شما برسد، آیا جز گروه ستمگران کسی هلاک خواهد شد؟ و ما پیامبران خود را جز بشارتگر و هشدار دهنده نمی فرستیم. پس کسانی که ایمان آورند و نیکوکاری کنند بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نخواهند شد. و کسانی که آیات ما را دروغ انگاشتند به سزای آن که نافرمانی می کردند عذاب به آنان خواهد رسید. بگو به شما نمی گویم گنجینه های خدا نزد من است و غیب نیز نمی دانم و به شما نمی گویم که من فرشتم، جز آن چرا که به سوی من وحی می شود پیروی نمی کنم. بگو آیا نابینا و بینا یکسان است؟ آیا تفکر نمی کنید؟ و به وسیله این قرآن کسانی را که بیم دارند که به سوی پروردگارشان محشور شوند هشدار ده، چرا که غیر او برای آنها یار و شفیعی نیست، باشد که پروا کنند. و کسانی را که پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان می‌خوانند در حالی که خوشنودی او را می‌خواهند مران، از حساب آنان چیزی بر عهده تو نیست و از حساب تو نیز چیزی بر عهده آنان نیست تا ایشان را برانی و از ستمکاران باشی. و بدین گونه
ما برخی از آنان را به برخی دیگر آزمودیم تا بگویند آیا اینانند که از میان ما خدا بر ایشان منت نهاده است؟ آیا خدا به حال سپاسگزاران داناتر نیست؟ و چون کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند بگو درود بر شما. پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر کرده که هر کس از شما به نادانی کار بدی کند و آنگاه به توبه و صلاح آید پس وی آمرزنده مهربان است. و این گونه آیات خود را به روشنی بیان می کنیم تا راه و رسم گناهکاران روشن شود. بگو من نه شدم که کسانی را که شما غیر از خدا می خوانید بپرستم. بگو من از هوسهای شما پیروی نمی کنم وگرنه گمراه شوم و از راه یافتگان نباشم. بگو من از جانب پروردگارم دلیل آشکاری همراه دارم ولی شما آن را دروغ پنداشتید و آنچرا به شتاب خواستار آنید در اختیار من نیست. فرمان جز به دست خدا نیست که حق را بیان می کند و او بهترین داوران است. بگو اگر آنچرا با شتاب خواستار آنید نزد من بود قطعا میان من و شما کار به انجام رسیده بود و خدا به حال ستمکاران داناتر است. و کلیدهای غیب تنها نزد اوست، جز او کسی آن را نمی داند و آن چه در خشکی و دریاست می داند و هیچ برگی فرو نمی افتد مگر این که آن را می داند و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر این که در کتابی روشن ثبت است. و اوست کسی که شبانگاه روح شما را به هنگام خواب می گیرد و آنچرا در روز به دست آورده اید می داند. سپس شما را در آن بیدار می کند تا هنگامی معین به سر آید. آنگاه بازگشت شما به سوی اوست. سپس شما را به آنچه انجام می داده اید آگاه خواهد کرد. و اوست که بر بندگانش قاهر و غالب است و نگهبانانی بر شما می فرستد تا هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد فرشتگان ما جانش بستانند در حالی که کوتاهی نمی کنند. آنگاه به سوی خداوند مولای به حقشان برگردانیده شوند. آگاه باشید که داوری از آن اوست و او سریع ترین حساب رسان است. بگو چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و دریا می رهاند در حالی که او را به زاری و در نهان می خوانید که اگر ما را از این مهلک برهاند البته از سپاس گزاران خواهیم بود. بگو خداست که شما را از آن تاریکی ها و از هر اندوهی می رهاند، باز شما شرک می ورزید. بگو، او تواناست که از بالای سرتان یا از زیر پاهایتان عذابی بر شما بفرستد، یا شما را گروه گروه به هم اندازد و دوچار تفرقه سازد و عذاب بعضی از شما را به بعضی دیگر بچشاند. بنگر، چگونه آیات خود را گوناگون بیان می کنیم؟ باشد که آنان بفهمند. و قوم تو آن قرآن را دروغ شمردند در حالی که آن برحق است. بگو من بر شما نگهبان نیستم. برای هر خبری هنگام وقوع است و به زودی خواهید دانست. و چون ببینی کسانی
به قصد تخطئه در آیات ما فرو می روند، از ایشان روی برتاب تا در سخنی غیر از آن درآیند. و اگر شیطان تو را در این باره به فراموشی انداخت، پس از توجه دیگر با قوم ستمکار منشین. و چیزی از حساب ستمکاران بر عهده کسانی که پروای خدا دارند نیست، لیکن تذکر دادن لازم است، باشد که از استهزا پرهیز کنند. و کسانی را که دین خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفته است، رها کن و مردم را به وسیله این قرآن اندرز ده. مبادا کسی به کیفر آن چه کسب کرده به هلاکت افتد، در حالی که برای او در برابر خدا یاری و شفاعتگری نباشد. و اگر برای رهایی خود هر گونه فدیه‌ای دهد، از او پذیرفته نگردد. اینانند که به سزای آن چه کسب کرده اند به هلاکت افتادند و به کیفر آن که کفر می‌ورزیدند شرابی از آب جوشان و عذابی پردرد خواهند داشت. بگو، آیا به جای خدا چیزی را بخوانیم که نه سودی به ما میرساند و نه زیانی؟ و آیا پس از این که خدا ما را هدایت کرده از عقیده خود بازگردیم؟ مانند کسی که شیطانها او را در بیابان از راه به در بردند و حیران بر جای مانده است. برای او یارانی است که وی را به سوی هدایت می‌خوانند که به سوی ما بیا. بگو، هدایت خداست که هدایت واقعی است و دستور یافته ایم که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم. و این که نماز برپا دارید و از او بترسید و هموز که نزد وی محشور خواهید گردید. و او کسی است که آسمانها و زمین را به حق آفرید و هرگاه که میگوید باش، بیدرنگ موجود شود. سخنش راست است و روزی که در سور دمیده شود، فرمان روایی از آن اوست، داننده غیب و شهود است و اوست حکیم آگاه. و یاد کن هنگامی را که ابراهیم به پدر خود آزر گفت، آیا بتان را خدایان خود میگیری؟ من همانا تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری میبینم. و این گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله یقین کنندگان باشد. پس چون شب بر او پرده افکند، ستاره ای دید. گفت، این پروردگار من است. وانگاه چون غروب کرد، گفت، غروب کنندگان را دوست ندارم. و چون ماه را در حال طلوع دید، گفت، این پروردگار من است. آنگاه چون ناپدید شد، گفت، اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود، قطعاً از گروه گمراهان بودم. پس چون خورشید را برآمده دید، گفت، این پروردگار من است، این بزرگتر است. و هنگامی که افول کرد، گفت، ای قوم من از آن چه برای خدا شریک می سازید بیزارم. من از روی اخلاص پاک دلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمانها و زمین را پدید آورده است و من از مشرکان نیستم. و قومش با او به ستیزه پرداختند. گفت، آیا با من درباره خدا محاجه می کنید و حالان که او مرا راه نمایی کرده است؟ و من از آن چه شریک او می سازید بیمی ندارم، مگر آن که پروردگارم چیزی بخواهد. علم پروردگارم به هر چیزی احاطه یافته است. پس آیا متذکر نمی شوید؟ و چگونه از آن چه شریک خدا می گردانید بترسم
با آن که شما خود از این که چیزی را شریک خدا ساخته اید که خدا دلیلی در باره آن بر شما نازل نکرده است نمی هراسید. پس اگر می دانید کدام یک از ما دو دسته به ایمنی سزاوارتر است. کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نیالوده اند، آنان راست ایمنی و ایشان راه یافتگانند. و آن حجت ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم. درجات هر کس را که بخواهیم فرا می بریم، زیرا پروردگار تو حکیم داناست. و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را به راه راست درآوردیم. و نوح را از پیش راه نمودیم و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم و این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همه از شایستگان بودند و اسماعیل و یسع و یونس و لوط که جملگی را بر جهانیان برتری دادیم و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخی را بر جهانیان برتری دادیم و آنان را برگزیدیم و به راه راست راهنمایی کردیم. این هدایت خداست که هر کس از بندگانش را بخواهد بدان هدایت می کند و اگر آنان شرک ورزیده بودند قطعاً آنچه انجام می‌دادند از دستشان می‌رفت. آنان کسانی بودند که کتاب و داوری و نبوت به دیشان دادیم و اگر اینان بدان کفر ورزند بیگمان گروهی دیگر را بران گماریم که بدان کافر نباشند. اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است. پس به هدایت آنان اقتدا کن. بگو من از شما هیچ مزدی بر این رسالت نمی طلبم. این قرآن جز تذکری برای جهانیان نیست. وانگاه که یهودیان گفتند خدا چیزی بر بشری نازل نکرده، بزرگی خدا را چنان که باید نشناختند. بگو چه کسی آن کتابی را که موسی آورده است نازل کرده؟ همان کتابی که برای مردم روشنایی و رهنمود است و آن را به صورت تومارها در می آورید. آنچه را از آن می خواهید آشکار و بسیاری را پنهان می کنید، در صورتی که چیزی که نه شما می دانستید و نه پدرانتان به وسیله آن به شما آموخته شد. بگو خدا همه را فرستاده، آنگاه بگذار تا در جرفای باطل خود به بازی سرگرم شوند. و این خجسته کتابی است که ما آن را فرو فرستادیم و کتابهایی را که پیش از آن آمده تصدیق می کند. و برای این که مردم ام القرا و کسانی را که پیرامون آنند هشدار دهی و کسانی که به آخرت ایمان می آورند به آن قرآن نیز ایمان می آورند و آنان بر نمازهای خود مراقبت می کنند. و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ می بندد یا می گوید به من وحی شده در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد؟ و آن کس که می گوید به زودی نظیر آن چرا خدا نازل کرده است نازل می کنم. و کاش ستمکاران را در گردابهای مرگ می دیدی که فرشتگان به سوی آنان دستهایشان را گشودند و نهیب می‌زنند جانهایتان را بیرون دهید. امروز به سزای آن چه به ناحق بر خدا دروغ می‌بستید و در برابر آیات او تکبر می‌کردید به عذاب خار کننده کیفر می‌یابید. و همان گونه که شما را نخستین بار آفریدیم اکنون نیز تنها به سوی ما آمده اید و آنچه را به شما عطا کرده بودیم پشت سر خود نهاده اید و شفیعانی را که در کار خودتان
شریکان خدا می پنداشتید با شما نمی بینی. به یقین پیوند میان شما بریده شده و آنچه را که می پنداشتید از دست شما رفته است. خدا شکافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آورد. چنین از خدای شما، پس چگونه از حق منحرف می شوید؟ هموز که شکافنده صبح است و شب را برای آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده، این اندازه‌گیری آن توانای داناست. و اوز کسی که ستارگان را برای شما قرار داده تا به وسیله آنها در تاریکی های خشکی و دریا راه یابید. به یقین ما دلایل خود را برای گروهی که می دانند به روشنی بیان کردیم. و او همان کسی است که شما را از یک تن پدید آورد. پس برای شما قرارگاه و محل امانتی مقرر کرد. بی تردید ما آیات خود را برای مردمی که می فهمند به روشنی بیان کردیم. و اوست کسی که از آسمان آبی فرود آورد. پس به وسیله آن از هر گونه گیاه برآوردیم. و از آن گیاه جوانه سبزی خارج ساختیم که از آن دانه های متراکمی برمی آوریم. و از شکوفه درخت خرما خوشه هایی است نزدیک به هم. و نیز باغ هایی از انگور و زیتون و انار همانند و غیر همانند خارج نمودیم. به میوه آن چون ثمر دهد و به طرز رسیدنش بنگرید. قطعاً در اینها برای مردمی که ایمان می‌آورند نشانه هاست. و برای خدا شریکانی از جن قرار دادند، با اینکه خدا آنها را خلق کرده است و برای او بی هیچ دانشی پسران و دخترانی تراشیدند. او پاک و برتر است از آنچه وصف می‌کنند. پدید آورنده آسمان‌ها و زمین است. چگونه او را فرزندی باشد در صورتی که برای او همسری نبوده و هر چیزی را آفریده و اوست که به هر چیزی داناست. این است خدا پروردگار شما، هیچ معبودی جز او نیست، آفریننده هر چیزی است، پس او را بپرستید و او بر هر چیزی نگهبان است. چشمها او را در نمی‌یابند و اوست که دیدگان را در می‌یابد و او لطیف آگاه است. به راستی رهنمودهایی از جانب پروردگارتان برای شما آمده است. پس هر که به دیده بصیرت بنگرد به سود خود او و هر کس از سر بصیرت ننگرد به زیان خود اوست و من بر شما نگهبان نیستم. و این گونه آیات خود را گوناگون بیان می کنیم تا مبادا بگویند تو درس خوانده‌ای و تا اینکه آن را برای گروهی که می دانند روشن سازیم. از آنچه از پروردگارت به تو وحی شده پیروی کن. هیچ معبودی جز او نیست و از مشرکان روی بگردان. و اگر خدا می خواست آنان شرک نمی آوردند و ما تو را بر ایشان نگهبان نکرده ایم و تو وکیل آنان نیستی. و آنهایی را که جز خدا می خوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی و به نادانی خدا را دشنام خواهند داد. این گونه برای هر امتی کردارشان را آراستیم. آنگاه بازگشت آنان به سوی پروردگارشان خواهد بود و ایشان را از آنچه انجام می‌دادند آگاه خواهد ساخت و با سخت‌ترین سوگندهایشان به خدا سوگند خوردند که اگر معجزه‌ای برای آنان بیاید حتماً بدان می‌گروند. بگو
معجزات تنها در اختیار خداست و شما چه می دانید که اگر معجزه هم بیاید باز ایمان نمی آورند و دلها و دیدگانشان را بر می گردانیم در نتیجه به آیات ما ایمان نمی آورند چنان که نخستین بار به آن ایمان نیاوردند و آنان را رها می کنیم تا در طغیانشان سرگردان بمانند.